سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه بحث در مورد کاربرد ماتریس ها به عنوان تبدیلات خطی توی صفحه رو ادامه بدیم تبدیل خطی که امروز میخوایم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم دوران هستش خب برای اینکه ببینیم دوران چیه بیاید فرض بکنیم که یک نقطه ای توی صفحه x و y داریم پس طبق روال همیشه بیایید با هم محورهای x و y رو بکشیم خب این از محور x هامون و این هم از محور وای هامون و بیاید فرض بکنیم که یک نقطه ای توی صفحه x و وای داریم مثلا این نقطه که مختصاتش x و وای هستش خوبه خب فرض بکنیم که این نقطه از مبدا مختصات یک فاصله آر داره و با محور x ها یه زاویه آلفایی می‌سازه حالا کاری که ما میخوایم بکنیم میخوایم بیایم این نقطه رو حول مبدع مختصات به یه اندازه مشخصی به یه زاویه مشخصی دورانش بدیم مثلا به بیاریمش روی یک همچین نقطه که این نقطه جدید حالا با مبدع مختصات همون فاصله R رو داره چون دوران یافته نقطه X و Y بیاید فرض بکنیم که مختصاتش X پریم و Y پریم هستش این نقطه جدید اما به اندازه یه زاویه تتایی حول محور مختصات چرخیده خب حالا ما میخوایم بیایم ببینیم که مختصات این نقطه دوران یافتهمون چطوری به مختصات نقطه اولیمون مربوط میشه خب مختصات نقطه اولیمون بر حسب آر و تتا چی هستش به خاطر رابط هندسی که داریم داریم ایکس مساوی هستش با چی آر ضرب در کوسینوس زاویه آلفا درسته چون اینجا که x رو داریم مثلا اینجا یه مثلث قائم و زاویه داریم و بنابراین این x برابر خواهد بود با وتر ضرب در کوسینوس زاویه آلفا عین همین برای وای چی داریم وای مساوی هستش با r ضرب در سینوس زاویه آلفا درسته خب خیلی هم خوب برای x پریم و y پریم چی داریم داریم x پریم مساوی هستش با r زبر دره کسینوس زاویه‌ای که این پاراخط با محور ایکس ها می سازده که هست کسینوس چی الفا به علاوه تتا درسته و این همین برای وای پریم هم داریم چی داریم وای پریم مساوی هستش با آر زبر دره سینوس زاویه آلفا به علاوه تتا تا اینجا ما روابط x و y و x پریم و y پریم رو نوشتیم اما برای اینکه ببینیم اینا چطور به هم دیگه رب پیدا میکنن باید بیایم این کسینوس مجموع زاویه و سینوس مجموع دو زاویه هر که اینجا داریم بس بدیم خب از مثلثات یادتون هست که کسینوس آلفای به علاوه تتا برابر با چی میشه برابر میشه با خب خواهیم داشت آر در میشه حاصل جمع دو جمله جمله اول هست کسینوس آلفا در کسینوس تتا و جمله دوم هست منفی خب آ رو که مجددا داریم سینوس آلفا سینوس تتا درسته خب پس من اینجا از چی استفاده کردم از اینکه کسینوس آلفا به علاوه تتا هست کوسینوس آلفا کسینوس تتا منهای سینوس آلفا سینوس تتا این یکی از اتحادهای های هستش به جای کسینوس آلفای بلوی تتا این رو جای گذاری کردم و توی آر ضرب کردم این همین برای سینوس آلفای بلوی تتا چی داریم؟ داریم سینوس آلفای آم... حالا بمیسیم ببخشید به ترتیب بمیسیم آلفای بلوی تتا مساوی هستش با سینوس آلفا کسینوس تتا به علاوه کسینوس آلفا سینوس تتا. این رو هم حتما از مثلثات خاطرتون هست خب حالا اگر این رابطه رو جایگذاری بکنیم اینجا به جای سینوس آلفای بر علاوه چی به دست میاریم به دست میاریم آر سینوس آلفا کوسینوس تتا به علاوه آر کسینوس آلفا سینوس تتا خب این رابطه که اینجا بنوشتیم برای x و y پریم در نگاه اول ممکنه یه خورده پیچیده به نظر بیاد اما اگه یه خورده با دقت نگاش بکنیم مثلا میبینیم که این r کسینوس آلفایی که داریم همین x هستش درسته چون x مساوی r کسینوس بود عین همین r سینوس آلفا y هستش درسته و مجددا اینجا r سینوس آلفا y و r کسینوس آلفا x -ه. درسته پس اگر بخوایم این رابطه رو بازنویسی بکنیم چی به دست میاریم به دست میاریم که ایکس پریم مساوی هستش با کوسینوس تتا در ایکس منهای تتا در من منهای سینوس تتا در وای و وای پریم مساوی با چی میشه مساوی میشه با سینوس تتا در ایکس من های عضو میخوام به علاوه کوسینوس تتا در وای خب اگر این رابطه بین x پریم و y پریم و x و وای رو بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم میبینید که میتونیم به این شکل بنویسیمش x پریم و y پریم مساوی هستش با کوسینوس یک ماتریسی که به این شکل هست کوسینوس تتا منفی سینوس تتا سینوس تتا و کوسینوس تتا ضرب در بردار x و y خب این دقیقت همین رابطه اینجا هستش که من به صورت ماتریسی نوشتمش خب حالا اینجا میبینید که پس مختصات نقطه دوران یافته از ضرب یک ماتریس دو در دو در مختصات نقطه اولیه به دست میاد به این ماتریس اینجا میگیم ماتریس دوران ماتریس دوران و اون رو معمولاً با آر با اندیسه تتا نمایشش میدیم پس آر تتا ماتریس دوران اندازه تتا حول مبدع مختصات و در جهت مثبت مسلساتی هستش اگر این ماتریس رو توی یک نقطه تو مختصات یک نقطه ضرب کنیم مختصات نقطه دوران یافته رو به ما میده خب پس دیدیم که با استفاده از ماتریس ها میشه تبدیل دوران رو هم توی صفحه نوشت خب این هم از بحث در مورد کاربرد ماتریس ها بر در تبدیلات خطی توی صفحه توی کلاس درس بعدی Maybe not.